سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. تو ویدیو امروز میخوام بهت یاد بدم چجوری و به صورت خیلی حرفه‌ای و قشنگ موزیکی که برای ویدیوت انتخاب کردی و تمومش کنی. پس اگه دوست داری با نرم افزار پریمیر به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگر از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. تو ویدیوهای امروزمون یاد میگیریم چجوری مثلا اگه یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای داریم و موزیکمون 4 دقیقه‌ای هست، به صورت خیلی حرفه‌ای اون موزیکمون رو کات بزنیم تا یه حالت برش خورده و بدی نداشته باشه، مثل این مورد. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با همدیگه بزنیم. خب بعد از اینکه موزیکمون رو به تایملاین اضافه کردیم، بعد ابتدا اون نقطه‌ای که می‌خوایم موزیکمون رو برش بزنیم و انتخاب کنیم. حالا چون موزیکمون یه مقدار طولانی هست، من مثلا از اینجای موزیک انتخاب می‌کنم، میرم جلوتر یکم با هم گوش میدیم و ببینیم کجای موزیک رو قطع کنیم حالت بهتری داره. من موزیک رو پلی می‌کنم. مثلا اینجا که دینگ کرد برای سومین بار به نظرم خوبه. یه ذره من با این اسکرول زوم میکنم روی فایل صوتیمون و این قسمتی که ما انتخاب کردیم یک گام ازش میایم عقب‌تر، مثلا اینجا قرار میگیریم و میریم روی ابزار کاتمون که کلید میان برش هم C هست و این قسمت رو کات میکنیم و یه مقداری هم از اسکرول اینجا این فایلمون رو بیشتر میکشم تا بتونیم بهتر ببینیم. یه مقدارم از اینجا میبرمش بالاتر تا فایل صوتیمون قشنگ معلوم باشه و بعدش با استفاده از این ابزار سلکشن تول که کلید میان برش وی بود، دوتا کی فریم بعد این ناحیه‌مون ایجاد میکنیم. اگه یادتون باشه با کلید کنترل ما میتونستیم کی فریم ایجاد کنیم. من دوتا کی فریم اینجا ایجاد میکنم، یا یعنی اینکه میتونستیم با استفاده از ابزار پین تول این کار رو انجام بدیم. من اینجا صدامون رو میارم پایین که میخواییم موزیکمون اینجا تموم بشه. بعد روی اون قسمتی که کات شده رایت کلیک میکنیم و اینجا روی گزینه نست میزنیم و بعدش اوکی میکنیم و بعدم از پنجره افکس، اگه نمیدیدینش هم از منوی ویندوز میتونستیم پنجره افکس رو فعال کنیم، یا کلید میان برش شیفت و 7 هست، افکت استودیو ریورب رو اضافه میکنیم. من اینجا تایپ میکنم و این استودیو ریورب رو روی اون قسمتی که نست کردیم میندازیم. همونجور که دیدین توی افکت کنترلز برامون استودیو ریورب رو اضافه کرد و اگه افکت کنترل هم نمیدیدیم میتونستیم از اینجا اضافهش کنیم. از منوی کاستوم ستاپ روی ادیت ما کلیک میکنیم توی افکت استودیو ریورب تا این پنجره جدید برامون باز بشه و تنها کاری که باید بکنیم این اسلایدر دوم که دیکی هست و روی 3500 قرار میدیم و لو فرکانسی کات هم روی 100 قرار میدیم. حالا با هم دیگه گوش کنیم ببینیم صدامون به چه صورتی در اومد. و همونطور که دیدین صدامون یه حالت اکو مانندی گرفت و خیلی بهتر از اون کات یه دفعه‌ای تموم شد. یه بار دیگه گوش بدیم با هم دیگه از این قسمت. و حالا شما اگه وقت بذارین میتونین استایلرهای دیگر هم تغییر بدین و افکتهایی که روی فایل صوتیمون اعمال میشه رو بیشتر بررسی کنین. مثلا الان اینجا من درایو میذارم روی
50 حدودن و بتمونم میذارم روی 75، مثلا حدود 77 اینجا شد. یه بار دیگه بریم فایل صوتیمونو گوش کنیم. یه مقداری انتهای فایلمون همونجور که گوش دادیم فرق کرد و حالا این دوتا مورد اصلی که بودش، یکی دیکی بود و یکی لو فرکانسی کات بود، که این دوتا رو اگه تغییر بدیم به صورت خیلی حرفه‌ای‌تری انتهای موزیکتون تموم میشه. این مورد برای وقتی بود که ما میخواستیم موزیکمون از این قسمتی که دقیقا میخواستیم تموم بشه. یه مورد خیلی مهم و یه هوش مصنوعی خیلی خوبی هم که توی پریمیر بود و من قبلا براتون مطرح کرده بودم هم ریمیکس تولز بود. اگه براتون مثلا این ناحیه خیلی مهم نبود و میخواستین موزیک 4 دقیقه ایتون یا حالا هر چند دقیقه ای که بود کوتاه تر بشه، با استفاده از گزینه ریمیکس تولز ما این کارو میکردیم. من الان مجدد میرم توی پروژکتمون، اینجا رو یه ذره برمیگردم به حالت قبلیمون و این فایلمون رو پاک میکنم و مجدد اون فایل صوتیمون رو اینجا قرار میدم. همونطور که میبینین اگه من برم انتهای موزیکمون، این موزیکمون 3 دقیقه و 3 ثانیه و 2 فریم هست. اگه برم روی این ابزار ریپل ادیت تولز و از این قسمت برم روی ریمیکس تولز، روی این فایل صوتیمون اگه کلیک کنم به راحتی میتونم اونو هر اندازه‌ای که میخوام در بیارم. حالا میتونم طولش رو زیادتر کنم یا کمتر کنم. من مثلا این فایل 3 دقیقه ایمونو تبدیل به یه فایل 30 ثانیه ای میکنم. حالا بریم کمتر کنیم که با هم دیگه گوش بدیم. میریم حدودا مثلا 25 ثانیه ایش میکنیم و اینجا میبینین داره آنالیز میکنه و این فایل صوتیمونو به بهترین شکلی که ممکن هست و با اون هوش مصنوعی که داره کات میزنه و یه کار خیلی حرفه‌ای تبدیل میکنه و بهمون تحویل میده. اینجا کات هایی که زده رو برامون مشخص کرد. بریم موزیکمون رو گوش کنیم. اگه ما بخوایم خودمون این کات ها رو انجام بدیم خیلی زمانبر و سخت است و شاید خیلی هم مشخص بشه، ولی بریم ببینیم سیستم و پریمیر برامون اینو به چه صورتی در آورد و میتونیم تشخیص بدیم این کات ها رو. همونطور که دیدیم به صورت خیلی حرفه‌ای خودش برامون با یه هوش مصنوعی این کار رو انجام داد و میتونیم موزیکمون هم اینجا طولش رو کم و زیاد کنیم و توی مواردی که دارین و توی کلیپاتون استفاده کنیم. اگر هم خواستین از همون قسمتی که میخواییم موزیکتون حتما قطع بشه، اون افکت استودیو ریورب روی موزیکتون میذارین و به صورت خیلی حرفه‌ای تری اونو تمومش میکنید. خب با این روشی که شما الان یاد گرفتین به صورت خیلی حرفه‌ای‌تری میتونین هر جایی از موزیکتون که خواستین و کات بزنین و اونجا موزیکتون رو تموم کنین و از اون حالت مبتدیانه که همه فقط صدا رو میارن پایین، شما الان یه پله جلوتر افتادین. ابزار ریمیکس تولز هم که یه هوش مصنوعی خیلی فوق‌العاده است که پریمیر اضافه کرده رو من توی دوره 0 تا 100 پریمیرمون به صورت خیلی کاملی توضیح دادم و اگه پلیلیست مربوط به پریمیرم ندیدی من لینکش رو این بالا میذارم و میتونی بری ویدیوهای مربوط به اونم حتما ببینی. کانال منو حتما سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. این ویدیوهای آموزشیمون دیگه طولانیش نمی‌کنم. تا ویدیوهای آموزشی بعدیمون خدا نگهدار.